افغانستان چه کرد که از اتکای اقتصادی به پاکستان آزاد شد؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب کنید. دولت در 6 سال گذشته 3 اقدام بنیادی برای کاهش اهمیت بندر کراچی انجام داد. در هنگام گسترش ویروس کرونا و اما و اگرهای مذاکرات صلح افغانستان با طالبان، پاکستان بار دیگر گذرگاه مرزی تورخم را برای افغانستان بست و موجب شد که قیمت مواد خوراکی در کابل چند برابر شود. این کشور همسایه که شریک تجارتی صنعتی افغانستان بوده است، در مقاطع اساس سیاسی همواره درهای خود را موقتاً برای کابل بسته است و به اقتصاد از پنجره سیاست نگریسته است. با افزایش نرخ خوراکی در افغانستان، کسان بی‌ثباتی سیاسی را مقصر دانستند، بعض تاجران را به احتکار متهم کردند و عده هم بار دیگر به اهمیت مرز پاکستان برای اقتصاد افغانستان اشاره کردند. اما وابستگی افغانستان به تجارت با پاکستان چقدر مهم است و آیا حیات و ممات اقتصادی افغانستان مثل دهه های 90 میلادی به داد و ستد با پاکستان وابسته است؟ چشم افغانستان مهاد به خشکی که به آبهای آزاد را ندارد، سال هاست که برای انجام معاملات بازرگانی به بندر کراچی پاکستان دوخته شده است. پاکستان شریک بزرگ تجارتی افغانستان بوده است. آمارهای رسمی نشان می دهد که تا همین چند سال پیش افغانستان بزرگترین بازار کالاهای پاکستانی بود و 13% کل صادرات پاکستان به این کشور همسایه سرازیر می شد. اما هرچند افغان ها می دانستند که پاکستان شریک قابل اعتماد نیست، کار از دستشان بر نمی آمد. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی بر رهبری اشرف غنی در سال 2014، کاهش اتکای اقتصادی به پاکستان در صدر برنامه ها قرار گرفت. دولت افغانستان در این 6 سال 3 اقدام بنیادی اقتصادی کرد که اهمیت بندر کراچی را کاهش داد. تغییر نگاه از جنوب به شمال و ایجاد رابطه گسترده با کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان و قرقیزستان. گسترش روابط با ایران و هند با امضای قرارداد سه جانبه بندر چابهار، ایجاد دهلیز هوایی با کشورهای منطقه. بنابراین بخش عمده مسیر ترانزیتی افغانستان دیگر از راه پاکستان نیست و کابل به ایران و آسیای مرکزی و دهلیزهای هوایی متکی شده است تا از وابستگیش به پاکستان بکاهد. افغانستان توجه و اهمیت زیادی برای راه‌های بدیل در آسیای مرکزی قائل شده است. دیپلماسی فعال در این 6 سال با همسایگان شمالی در پیش گرفته شده است و چندین پروژه راه آهن و بندرهای مشترک با تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان در حال تکمیل شدن است. مردم افغانستان این را تحول بزرگ در عرصه اقتصادی و تجارتی می‌خوانند. خانجان الکوزه، معاون اتاق تجارت کشور، میگوید روابط تجاری بین افغانستان و قزاقستان در حال توسعه است و سال گذشته 766 میلیون دلار آمریکایی از قزاقستان واردات داشتیم که بیشترش آرد و مواد نفتی بود. این حجم بیش از 1/3 کار تجارتی افغانستان با پاکستان در اوج معاملات دو کشور همسایه است. افغانستان سالانه مقدار زیاد گندم، آرد، آهن، مواد سوختی، مواد ساختمانی و دارو از قزاقستان وارد می کند و قزاقستان نیز بازار خوبی برای میوه های خشک و تازه و نیز زعفران افغانستان است. صادرات عمده افغانستان به قزاقستان سنگ مرمر، تولیدات کشاورزی، میوه خشک و قالی اعلان شده است. به همین ترتیب داد و ستد افغانستان با ترکمنستان، قرقیزستان و ازبکستان نیز در حال گسترش است. نگاه استراتژیک افغانستان به همسایه های شمالی که دخالت زیادی هم در امور سیاسی یکدیگر هم ندارند، برای تامین مواد اولیه پردست آورد بوده است.
تحول دیگر امضای توافقنامه سه‌جانبه تجارتی بندر چابهار در جنوب شرقی ایران در ماه می سال 2016 بود. این موافقتنامه در جریان سفر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نرندرا مودی نخست وزیر هند به ایران و با میزبانی حسن روحانی همتای ایرانیشان در تهران حاصل شد. وزارت تجارت افغانستان میگوید توافق چابهار یک گام بسیار مهم است که ظرفیت اقتصادی و ترانزیتی آن بسیار زیاد است که کشور هند در حدود 15 میلیون دلار سرمایه گذاری در راستای ایجاد کارهای زیربنایی آن به عهده گرفته است. بر اساس بیانیه وزارت تجارت افغانستان قبلا تمام کالاهای وارداتی افغانستان از بندر کراچی پاکستان وارد افغانستان می شد، اما دولت افغانستان مصمم شد تا به مسیر ترانزیت کالاها و اموال تجارتی تنوع بخشد و از وابستگی ترانزیتی متکی به یک کشور خاص بکاهد. خوشبختانه بندر چابهار در اثر یک توافق میان مقامهای افغانستان و ایران به تاجران افغان واگذار شد. این توافق یک گام مثبت در عرصه تجارت افغانستان با کشورهای همسایه محسوب می شود. موقعیت جغرافیایی این سه کشور عمدترین عامل در تجارت سه جانبه به شمار می رود. اولین محموله های افغانستان شامل 20 کانتینر میوه خشک از راه چابهار به بمبئی هم رسیده است. گرچه آمریکا بندر چابهار را بر اساس تقاضای افغانستان از تحریم معاف کرده است، اما اگر این پروژه توسعه یابد یک بزرگراه عمده که چابهار را به بزرگراه قندهار هرات وصل خواهد کرد و دو خط راه آهن نیز اجرایی خواهد شد. نخستین خط آهنی که هند ساخت آن را بر عهده دارد. بندر چابهار را به منطقه آجیگر که ارزش ذخایر معدنی آن بین 1 تا 3 هزار میلیارد دلار برآورد شده است وصل خواهد کرد. خط دوم که ایران می سازد شهر هرات را به مشهد متصل می کند و از آنجا به سمت ترکیه ادامه خواهد یافت. ساخت این خط آهن حدود 10 سال طول خواهد کشید. از همین حالا آمار رسمی نشان می دهد که سطح تجارت بین افغانستان و پاکستان که حدود 2.5 میلیارد دلار در سال بود بیش از 40% کاهش یافته است. برعکس مبادلات تجارتی کابل و تهران که حدود 800 میلیون دلار بود حالا به 1.8 میلیارد دلار افزایش یافته است. گام دیگر در راستای کاهش وابستگی به یک منبع واحد برای افغانستان ایجاد دهلیزهای هوایی تجارتی بوده است. این کشور اکنون به 15 مقصد آسیایی و اروپایی از جمله چین، هند، ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر دهلیز هوایی دارد و محموله های تجارتی عمدتاً شامل میوه خشک و زعفران به آن مقصدها میفرستد. اجمل احمدی سرپرست وزارت تجارت افغانستان میگوید 1398 سال پردستاورد برای افغانستان بود. صادرات 1 میلیارد دلار برای نخستین بار و تکمیل 4 پروژه زیربنایی در پارک‌های صنعتی. در سال 1399 اهداف ما رسیدن به هدف 1.5 میلیارد دلار صادرات و آغاز پروژه‌های جدید زیربنایی در پارک‌های صنعتی و ایجاد پارک‌های زراعتی و به ویژه بانوان متشبث خواهد بود. تمام این عوامل که کنار هم گذاشته شود برمی آید که افغانستان در معاصره اقتصادی نیست و بستن گذرگاه های مرزی پاکستان شاید بر مشکلات بیفزاید، اما از اهمیت حیاتی آن به شدت کاسته شده است. ثابت شده است که اعمال فشار اقتصادی برای هر دو کشور زیانبار است. اداره توسعه تجارت پاکستان یا TDAP در گزارشی که تازه منتشر کرده است نگران پیامدهای است که کاهش تجارت بین پاکستان و افغانستان برای اسلام آباد دارد و میگوید که صادرات پاکستان در سه برابر اول سال 2019 به شدت کاهش یافته است. در گزارش این اداره دولتی آمده است پاکستان به تدریج سهم تجارتیش را در بازار افغانستان به ایران، هند و چین واگذار می کند.
که شرایط بهتر تجارتی ارائه می دهند. پاکستان باید هزینه های ترانزیت و تجارت دو جانبه برای تامین دسترسی به بازار افغانستان را کاهش دهد. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.